برناندیشان تقدیم می کند. سلام، امروز هم یک از کارگاه ویزاد برناندیشان خدمتون معرفی کنم. اسم کارگاه از کارگاه خرد خشم و کنترل خشم، چگونه خشم خود را مدیریت کنیم. خشم و عصبانیت وضعیت روانی است که در گستره آزادی اندک تا قذر بشرید می گنجد. معلول های فیزیکی خشم شامل تون شدن ضربان قلب و اشاره خون آدرنالین تو خونم. از دید عده‌ای هم خشم بخشی از واکنش مغز به یک درده. خشم احساس غالب پیشت میکنه و در همه کس هم هست، جانوران، انسان ها هست. بخش از اشکال خشم: خشم خودآزار، خشم کشمکشی، خشم منفرد، خشم دائمی، خشم قضاوتی، بعد خشم تهاجمی، پرخاشگری منفعل نوعی درشتی کردن فردی به فرد دیگر به صورت غیر مستقیم است. پرخاشگری منفعل بیان غیر مستقیم خصومت است، مثلا به شکل تعلل، تنه، یک دندگی، ترشویی و غیره. تو راهنمای تشخیص و آماری اختلال های روانی ویرایش 4 اختلال شخصیت پرخاشگر منفعل چنین توصیف میکنند: الگوی فراگیر حالت منفی‌گرایانه و مقاومت منفعلانه نسبت به درخواست ها برای عملکرد کافی و مناسب در موقعیت های اجتماعی و شغلی. خشم انفجاری چیه؟ خشم شدیده که غیر قابل کنترله، که مرتبی بالاتر از واکنش های خصمانه به آسیب یا چیز دیگر را در بر داره. در کارگاه خشم کنترل مدیریت خشم هم نکاتی زیادی بررسی میشه در مورد مدیریت خشم، مثلا ترک محل بازگشت، حسخای کردن قبل از خشم، توجه به مطلب که ارزش خشم پوشیدن رو دارد، نشخواهش کردن فکرهای عصبانیت ممنوع، آب نبات خوردن، حرف زدن به جای داد و بیداد، راه انداختن، ابراز خشم موثر، نحوه گفتن خشم، به خود 3 گزینه دهید، پریز از مصاحبت با افراد خشمگین، پاسخ منطق به چشم به خشم و جایگزین واکنش نشان دادن کنید، پاسخ منطقی خود رو تشویق کنید، اعتماد به نفس خود رو زیاد کنید، پذیرش موقعیت، داشتن جرأت. که تو این پکیج تمام این جزئیات بررسی میشه و شما عزیزان میتونید برای تعیین پکیج به وبسایت برنامه‌نویسان مراجعه بفرمایید.